سبزترین سلام تقدیم به دوست آغاز خوش سلام تقدیم به دوست گویند که لحظه دیدنی رویدن عشق آن لحظه هزار بار تقدیم به دوست سلام عرض می کنم خدمت تمام شما بینندگان عزیز راشین سودمن بزمجو هستم همراه با کشیش امیر بزمجو و خیلی خوشحال هستیم که با سری مجموعه برنامه های درک و ذهنیت یک مسیحی از هویت در خدمت شما عزیزان هستیم در این مجموعه برنامه ها در واقع ما می خواهیم به یک سری سوال های خیلی مهم و حیاتی که شاید هر کدوم از ما روزانه با اون درگیر هستیم جواب بدیم مثل اینکه ما کی هستیم یا هویت ما چی هست منم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و خوشحال هستیم که با این مجموعه از درس های درک و ذهنیت یک مسیحی از هویت در خدمت شما و مهمان منازل شما هستیم خب امیر جان همطور که صحبت شد این برنامه در کل در مورد هویت هست خب هویت خیلی تعاریف مختلفی داره و در واقع یک تعریف خاصی نیست و خیلی بیشتر بعد در موردش صحبت بشه و خیلی خوشحالیم که در این برنامه ها میتونیم در واقع موضوعات مختلفی رو در این رابطه همطور که در این نمودار هم هست بشکافیم ولی خب شما ممنون میشم یک کمی در این مورد بیشتر توضیح بدین که اصلا هدف این برنامه چی هست و ما از کجا میخوایم به کجا برسیم خیلی وقتا این سوال سوال خیلی بنیادی و اساسی است برای همه انسان ها که واقعا ما کی هستیم چون وقتی که صحبت از اینکه شما کی هستید میشه اصولا ما اسممون رو میگیم، فامیلمون رو میگیم، شغلمون رو میگیم، محل تولدمون رو میگیم ولی در واقع اینها پاسخ درستی به اینکه من و شما کی هستیم نیستیم اینها جزوی از هویت هست ولی همه اونها نیست در پاسخی واضح و درستی برای این سال که واقعا ما کی هستیم نیست خیلی از مکاتب روانشناسی در دنیا هستند خیلی از مذاهب خیلی از جامعه شناسان سعی می کنن که انسان رو تعریف بکنن و یک تعریف جامعی رو به انسان بدن که تو و من کی هستیم اما متاسفانه وقتی که نگاه میکنیم میبینیم اون تعریفی که از انسان میشه اون تصویر واضحی نیست که انسان بتونه اون رو درک کنه و متوجه بشه که واقعا کی هست برای همین بحران هویتی خیلی زیاده در بین انسان ها انسان ها واقعا نمیدونن کی هستن ولی وقتی که برمیگردیم به کلام خدا خدا هویت درستی از انسان رو به ما میده اما قبل از اینکه انسان رو تعریف بکنه که کی هست خدا در ابتدا خودش رو معرفی میکنه یا در از کتاب مقدس هویت هویت واضح و درستی از خدا به ما میده چرا چون در پرتو شناخت خدا است که انسان واقعا میفهمه که کیه یعنی ما خارج از شناخت خالق خارج از شناختی اون کسی که ما رو خلق کرده نمیتونیم واقعا بفهمیم که کی هستیم و واقعا هویت ما چی هست خیلی جالب دو تا جمله رو میخوام بخونم از دو شخص معروف به طور مثال کالوانی که از الهیدانان خیلی برجسته است ایشون اینطوری میگه میگه بدون شناخت خود نمیتوان خدا را شناخت و بدون شناخت خدا نمیتوان خیشتن را شناخت و افلاتون که پدر فلسفه جهان هست ایشون اینطوری میگه میگه که تو نمیتونی خودت رو بشناسی مگر ابتدا اون کسی که به شکل او خلق شدی بشناسی پس خیلی مهمه اگر ما بخوایم پاسخ بدیم به این سوالی که مطرح کردیم که واقعا ما کی هستیم و انسان کی هست و هویت انسان چیه هویت واقعی انسان و تعریف از اینکه واقعا ما کی هستیم در پرتو شناخت خالق مویسر هست و امکان پذیره پس در واقع ریشه اصلی اون چیزی که ما میخوایم در واقع بهش بپردازیم و الان تاکید ما این هست پس خدا و کلام در واقع خدا شناخت خدا ریشه در واقع اون قدم های اولیه ولی مهم و حیاتی هست که ما میتونیم برداریم برای همین هست که در مسیحیت در واقع خیلی تاکید میشه که شناخت خدا چقدر مهم هست خب این سوال که پس در واقع ما کی هستیم تا حدی شما بهش اشاره کردی یه اشانتیون بود خیلی در واقع دمیق نشد. بله. ولی پس سوال بعد این هست که هویت من چی هست من فیلم کنم این دوتا رو خب پس در واقع به یه نحوی به هم لینک هستن و به هم مربوط هستن ها خب ببینید کلمه هویت یک کلمه خیلی تکنیکی هست شاید خیلی وقتا صحبت از هویت که میشه اشخاص میگن هویت اصلا چیه چون هویت رو خیلی سعی میکنن به صورت های مختلف تعریف بکنن ولی اگه بخوایم به زبان ساده بگیم هویت چی هست هویت یعنی همون به انگلیسی سلف هود یا شخص خود شخصه یا شخصیته یا اگو یا زمیر هست یا به عبارت دیگه شخصیت درونی ما هست یا بذارید یک مثال ساده برای شما و بینندگان بگم هویت به این صورته که من یک ماسکی روی صورتم هست من یه خود بیرون دارم تصویری که به جامعه و به مردم نشون میدم این خود بیرون من هست ولی پشت ماسک اون خود واقعی من هست یا خود درون اسمش رو بگذاریم درسته؟ اگه بخوایم به زبان ساده بگیم هویت چی هست هویت یعنی خود درون اون تصویر یا اون باور یا اون برداشتی که من از خودم دارم پشت ماسک اون هویت هست که اصطلاحا میگن خود درون بله پس البته دو نوع در واقع توی روانشناسی هم به دو در واقع مورد در هویت اشاره میشه هم که شما گفتین اون کسی که ما در درون هستیم خیلی خیلی چیزها هست در ما که ما خودمون میدونیم در مورد خودمون یه سری چیزها هست که آشکار هست مردم میبینن مثلا موهای من موهای شما قد و نمیدونم وزن و رنگ و اسم و اینها هست که در واقع اینها هم جزء هویت ما هستن ولی اون, اون, بخش دیگه ای هست در هویت ما که خیلی وقتها دوباره باز هم درونی هست یه سری چیزها رو نشون میدیم یه سری چیزها هم در واقع نشون نمیدیم به دلایل مختلف حالا که درش مطمئنا بیشتر بهش بله. خواهیم رسید چون اون خود درون یا در از اون چیزی که من باورم از خودم هست و خیلی شامل خیلی چیزهای دیگه است که در برنامه مختلف در برنامه آینده بیشتر بیش 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 اشاره خواهیم کرد اگر ما خود درونمون رو درستش خیلی وقتا شاید ما بیرون رو ظاهرمون رو میشناسیم میدونیم که ما قدمون چقدر ظاهرمون چطوری است ولی وقتی خود درون یا اون هویت یا اون خود درون رو درست ما نشناسیم خیلی وقتا با مشکل برخورد خواهیم کرد چون هویت ما اون خود درون ما تاثیر داره سایه هویت ما و خود درون ما سایش روی رفتار ما روی اعمال ما روی تصمیم های ما روی طرز تفکر ما و خیلی چیزهای دیگه داره پس خیلی مهمه که ما ببینیم پشت این ماسک هم که شما گفتید درون من من واقعا کی هستم و همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم ما زمانی میتونیم واقعا بفهمیم که کی هستیم اولین که خدایی که ما رو خلق کرده باید بشناسیم چون در پرتو شناخت این خدا هست که من میفهمم که واقعا من کیم ارزش من کی هست و خیلی در این مورد میشه صحبت کرد و خب مطمئنم تو این برنامه ها 13 قسمت هست عوامل مختلفی رو در موردش بررسی خواهیم کرد که روح ما تاثیر میذاره و همونطور که گفتین روی همه, همه موارد زندگی ما و خب به طور کلی ما به خیلی مسائل اشاره خواهیم کرد ولی فکر میکنم هر فردی باید خودش رو در واقع بیاد و همه اینها رو روی زندگی خودش پیاده بکنه ببینه که در واقع تاریخ چه مثلا اگر صحبت میکنیم چه تأثیری گذاشته فرهنگی که در اون همه اینها رو هویت ما تاثیر میذاره اون فرهنگی که در اون زندگی می کنیم، طرز تصمیمگیری های ما طرز انتخاب های ما طرز تفکر ما همه اینها رو تحت تاثیر قرار میده و در واقع به یه نوعی اون هویت ما رو تشکیل میده پس در واقع ما بینندگان عزیز رو دعوت می که فقط در واقع شنونده نباشن در واقع که خودشون هم بتونن اون چیزهایی که یاد میگیرن در واقع بتونن در طول هفته روی اونها فکر کنن تفکر کنن اگر قدم عملی هست حتی در موردش بردارن بله چون انسان موجودی است که موجود بسیار پیچیده ای هست و ما در طول این درس ها اشاره بهش خواهیم کرد که خدا موجودی رو خلق کرده که بسیار پیچیده است برای همین انسان ها زمانی که کتاب مقدس میگه سقوط اتفاق افتاد و فاصله ایجاد شد بین خالق و مخلوق مخلوق ها یک سردرگمی هویت یا یک بحران هویتی پیدا کردند انسان کی هست من کی هستم هدف زندگی من چی برای چی زندگی میکنم معنای زندگی من چی برای همین وقتی شما این سوالات بنیادی رو از اشخاص مختلف بپرسید جوابهای مختلفی میگیرید و جوابهایی که ما میگیریم اصولا خیلی مبهم هست از این و اینو نشون میده که یک بحران هویتی انسان درگیرش هست چون واقعا نمیدونه کی هستم توی که خدمتتون گفتم اول صحبتم خیلی وقتا وقتی که صحبت از, از ای این سوال میشه که شما کی هستید اصلا ما اسممون رو میگیم که بله همونطور که شما گفتید این هست ما اسم داریم فامیل داریم محل تولد داریم تاریخ تولد داریم اما این سوال خیلی عمیق که من کی هستم درسته و که خدمتتون گفتم کلام خدا میگه در پرده شناخت خدا است که ما میتونیم خودمون رو بهتر و عمیقتر بشناسیم حالا اگر اجازه بدید بریم سراغ شاید بینندگان عزیز این تصویر رو دیده باید. باشن بریم ببینیم این تصویر اصلا داستانش چی هست و چرا ما این رو گذاشتیم اینجا چون که این تصویر رو ما گذاشتیم اینجا به خاطر اینکه اصولا میگن نه عنصر نه عامل هویت یک انسان رو شکل میدن عناصر دیگه هم وجود دارن مسلما ولی از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی میگن نه عنصر و عامل باعث میشن که خود درون حالا ما اسم هویت رو با اجازه شما من هی میگم خود درون پس من. ما یه خود بیرون داریم یه خود درون داریم یه خودی که بیرون ماسک است و نگاه میکنیم یه خود درون که پشت و اون هست که در از و خیلی وقتی وقتی کتاب مقدس هم ما میخونیم خدا به خود درون نگاه میکنه خدا به اون چیزی که ما پشت اون ماسک هستیم به ظاهر نگاه نمیکنه به درون و اون در اون چیا هست نه تا عامل اینجا هست که اگر نگاه کنید قویت ما رو شکل میده. میده. پس شما در این برنامه ها در واقع تاکید پس بر درون هست و هر کدوم از دایره ها رو در واقع یه نوعی در هر برنامه میتونیم بله. مورد بررسی بله. قرار بدیم. چون تمام این عناصر هر کدومش خیلی میشه در موردش صحبت بلده. کرد، خیلی میشه در موردش مطالعه کرد، خیلی در مورد این عناصر خیلی نظریه ها و خیلی مکاتب روانشناسی مختلف در این مورد صحبت میکنند که این عوامل میتونن خیلی خیلی وسیع باشن اما ما در این سری برنامه ها از دیدگاه ایمان مسیحی و جهانبینی مسیحی نگاه میکنیم به این تا عنصر که این نقط عنصر در از هویت ما رو شکل میدن میخواد شروع کنیم در این وقتی داریم اول با فیزیک یا بدن شروع کنیم یه اشاره میگی ولی همطوری گفتید یک شانتیون میدیم می ولی در طول این سری برنامه ها تک تک این عوامل رو باز خواهیم کرد و توضیح بیشتری خواهیم داد. میخواید شما پس شروع بلد. کنید. خیلی جالب هست همطور که گفتین همه ای ما همیشه تعریف کلی از هویت داریم ولی حالا این نه تا هست به عنوان مثال اولیش بدن هست. اصلا بدن من چه ربطی خیلی وقتا میگیم به هویت من داره بلد. و چه تأثیری میتونه رو هویت من داشته بلد. باشه و فکر کنم خب این خیلی یا تاریخچه یا روابط من افکار من تعهدات بلد. من و هر کدوم از اینها خب بدن میتونیم بگیم خود بیرون هست ظاهر ما است که حالا در برنامه‌ای بعد بیشتر توضیح خواهیم بلد. داد تاثیر خیلی مهم و عمیقی در واقع میتونه به درون ما داشته دقیقن. باشه که دقیقن. در عمالش... ما ظاهر ما آ... 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 متابولیسم یا اون سوخت و ساز بدن ما همه ای اینها تاثیر داره روی هویت ما چقدر ولی... دوست داریم بدنمون چقدر دوست نداریم دلیدن, بدنمون و... یا... ولی فقط و فقط بدن و فیزیک تمام هویت ما نیست اه. حالا اینو در برنامه های بعد بیشتر باز خواهیم کرد ولی مثل یک پازله اگر ما نگاه کنیم میگیم که خود در اون و هویت هر کدوم از این نو عنصر قسمتی از این پازل رو از این پازل خود درونی هویت ما رو شکل میدن بدن اولیشه فیزیک ما که اینو بیشتر باز خواهیم کرد تاریخچه شما میتونید یه اشاره بکنید تاریخچه اصلا چی هست خب تاریخچه میشه برمیگردیم به گذشته ما گذشته ما تاریخچه ما گذشته های دور و گذشته های نزدیک ما فرهنگی که در اون بزرگ شدیم خانواده ای که در اون بزرگ شدیم حتی تعداد خواهر و برادرهایی که داشتیم مدرسه ای که رفتیم رابطه ای ما با معلم هامون همه اینها تاریخچه ما رو تشکیل میده و بعد دیگه بزرگ شدیم دانشگاه رفتیم ازدواج کردیم به هر حال هر قدمی که برداشتیم اینها تاثیر خیلی مهمی داره روی هویت الانی که من هستم پس تاریخچه ما قسمتی از هویت ماست و انکار ناپذیره چون خیلی وقتا ما در درس تاریخچه بهش اشاره خواهیم کرد خیلی وقتا انسان ها با گذشتهشون قطع رابطه میکنن و بحران هویتی و مشکل هویتی پیدا میکنن چون ما نمیتونیم گذشته رو فراموش کنیم گذشته با ما میاد درسته نه. و باید بدونیم قسمتی از هویت ماست سراغ روابط روابط ما قسمتی از هویت ماست چون خیلی وقتا بحث های مختلفی هست در مورد هویت شناسی و خیلی ها شاید بر این باورن که هویت یک موضوع شخصی است یعنی شخص در تنهایی خودش در خود درونش در تنهایی خودش هست که تعریف میشه ولی نباید فراموش کنیم که روابط ما قسمتی از هویت ما هستند یعنی این نیست که ما در تنهایی انسان بدون رابطه نمیتونه انسان باشه و خدا حالا در این درس بیشتر توضیح خواهیم داد که خدا انسان رو جوری خلق کرده که در رابطه تعریف میشه درسته ما در رابطه پذیرفته میشیم در رابطه زخمی میشیم در رابطه بنا میشیم پس روابط قسمتی از خود درون هست و چگونه ارتباط برقرار کردن در واقع خودش امر اقتصابی هست من یاد میگیرم که چطور ارتباط برقرار بکنم چطور ارتباط برقرار نکنم محیط پیرامون من به من یاد داده که من چگونه ارتباط برقرار کنم و آیا منزوی باشم همیشه آیا فرد که آه... باشم که تو روابط میتونم رشد روش کنم چقدر مهمه چون من تاکید میکنم خیلی از جامعه شناسان سعی میکنن که انسان رو در, در به خودی خودش و در تنهایی تعریف کنه ولی روابط حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد خیلی نقش مهمی داره در شکگیری هویت یا خود درون افکار ما هست و این دو خب خیلی به هم هستن روابط اونجوری که فکر میکنیم تاثیر میده دقیقا دارد. بعد در اعمال ما تمام این نقطه در برنامه های بعد اشاره خواهیم که تمام این نقطه به هم هم قسمتی از این پازل یا قسمتی از تصویر خود درون هستن و هم روی هم تاثیر خواهند داشت یعنی این نخ عامل در اصل من و شما رو شکل میده افکار ما ما جوری که فکر میکنیم عمل میکنیم و خیلی مهمه که چگونه فکر میکنیم ما در برنامه فکر افکار بیشتر توضیح خواهیم داد که چرا افکار ما مهم هستن به خاطر یه قسمتی از هویت ما هستن چون این افکار هم که شما گفتید در روابط ما تاثیر خواهند گذاشت در تعهدات ما و اگه حالا همه رو بگیم و مجبوریم همه نکات رو بهش اشاره کنیم تعهدات چی فکر میکنید شما؟ چرا تعهدات قسمتی از خود درون هستن؟ باز هم تعهدات هم در واقع از همون ابتدای به ساکن که ما وارد این دنیای خاکی میشیم متعهد شدن در واقع نوعی از زندگی ما هست متعهد شدن به پدر به مادر به خانواده به جامعه و باز هم در واقع اون محیطی که در اون ما بزرگ شدیم رشد کردیم به ما نشون میده و یاد میده که چطوری حتی متعهد تعهد داشته باشیم و نداشته باشیم و این با توی زندگی در واقع زناشویی ما تاثیر میذاره توی راب، توی کار ما توی درس ما توی همه موضوع های ما ارزش های ما طبقه بندی کردن اونها برمیگرده به تعهد ما که تو درس تعهد تعهدات بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد اعمال اعمال خیلی مهمه چون م. که همه اینا مهم هستن ولی همطور که ما فکر میکنیم عمل میکنیم اعمال ما قسمتی از هویت ما هستن ارسطو این فیلسوف برجسته این جمله معروفش هست میگه که تو چیزی هستی که مرتب اون رو انجام میدی این جمله جمله خیلی جای فکر و تعمق داره میگه تو اون چیزی هستی که مرتب انجام میدی یعنی اون کاری که من و تو انجام میدیم مرتب اون رو انجام میدیم دقیقا داره میگه ما کی هستیم پس نه، نه. اعمال ما قسمتی از هویت ما هستن حریم ها و ها چطور شما چی فکر میکنید خب ها و مرسا خیلی مهم هستن مثلا امی جان فکر کنم برای فرهنگ ما ایرانی ها خیلی مهم هستن خب فرهنگ ما یک فرهنگی هست که خیلی رابطه مهم هست و این خیلی امر به نظر من نقطه مثبتی تو فرهنگ ما هست ولی این موضوع خیلی وقتا ما رو به یه نوعی باز داشته که حریم های شخصی خودمون رو در واقع بتونیم نتونیم تشخیص بدیم که در واقع من چه موقع میتونم اه، اه، توی ارتباطات هم اگر میخوام تنها باشم چه موقع تنها باشم چه موقع ارتباط برقرار بکنم چه موقع نه بگم چه موقع بله بگم که خب ده. این هم خودش یک برنامه هستش بله، که بهم خوبه خواهیم, خواهیم کرد و در از عبارت درست حریم ها و مرز ها میشه گفت حریم ها و مرز های سالم چون خیلی وقتا حریم ها و, و مرز های ناسالم هم هست ما اشاره میکنیم که حریم ها و مرز های سالم یک جوری محافظت میکنه از هویت یک جوری محافظت میکنه از روابط ما که اینو بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد روند مداوم تغییر در اصل میگن چرخ هویت یا به عبارت دیگه ما مرتب تغییر می کنیم ما در هویت خودمون رشد می کنیم و اگر هویت ما در یک جا در یک سنی ساکن بشه یا به عبارت دیگه فریز یا یخ زده بشه اون شخص مشکلات هویتی جدی پیدا میکنه پس روند مداوم تغییر یعنی ما هر روز از لحاظ بدن از لحاظ فیزیک از لحاظ روابط فکر تعهدات تب عوض میشیم و داریم رشد میکنیم و این هم قسمتی از هویت هست یا خود درون هست چون شاید خیلی وقت سوال پیش بیاد که روند مداوم تغییر چه ربطی داره من مرتب تغییر میکنم ولی هویت من چه ربطی داره به تعریف خود درون من و این برمیگرده به اینکه چون ما عوض میشیم ما هر روز هر سال هر ماه دانشمون اضافه میشه تجربهمون زیاد میشه در روابط در افکار در تعهدات و و چیزهای مختلف و این قسمتی از در چرخ هویت ما هست که ما رو باعث میشه که رشد کنیم و اگر در یک جا ایستاب قرار بگیریم و ساکن بشیم رشد ما متوقف میشه و آینده آخرین نکته هست که بهش اشاره بکنیم آینده چطور چه ربطی داره به هویت حالا ما میدونیم که خب بدن فیزیک ما تاریخچه ما روابط ما افکار ما تعهدات ما اعمال ما حریم ها ولی آینده چه ربطی داره مال آینده است من الان رو باید فکر کنم خب من در درسه، ما در درس آینده بیشتر توضیح خواهیم داد ولی به عنوان یک نمونه خدمت بینندگان بگیم که آینده یعنی تو میخوای در آینده کی بشی؟ بله. یعنی. آیا اصلا به آینده فکر میکنی؟ آیا آینده برات مهم هست؟ یا شاید خیلی مهم هست که دائم به جای اینکه توی حال زندگی کنی در آینده زندگی میکنی خب افکار رو انسان ها متفاوت هستیم در واقع برای همین هم هست که من گفتم توی این هفته فقط اینکه ما شنونده نباشیم بله. به یه نوعی بیایم ببینیم که خب توی این مسائلی که گفته میشه ما کجا هستیم بله. افکار من چطوری فکر میکنم بله. افکار من چطوری اعمال من رو تحت تاثیر قرار میده دقیقا و اینها به هم ربط داره و در مورد آینده میتونیم بگیم که هدف زندگی چی هست درسته که ما اینو بعد اشاره خواهیم کرد که کلام خدا و ایمان مسیح چه تأثیری داره بر روی این نه قسمت ولی آینده من هدف زندگیم چیه آینده من میخوام کی بشم و همونطور که شما اشاره کردید تمام این عناصر مستقیم و غیر مستقیم در عین حال که قسمتی از پازل خود درون هویت هستند ولی مستقیم و غیر مستقیم روی هم تاثیر دارند. و اصولاً از من اینجا شماره ما اینجا شماره بندی گذاشتیم از یک تا نو ولی میتونن مستقیم و غیر مستقیم روی هم تاثیر بگذارن و ما در این برنامه‌ای که خواهیم داشت توضیح بدیم شاید بینندگان این تصویری که الان نگاه کنم بگن خب یه ذره من خودم برای بار اول وقتی که این رو با اجازه شما درست کردم این تصویر رو بر اساس داده هایی که داشتم خیلی برای خودم این مقدار گیج و مبهم بود که اینا چطوری میتونن هویت ما باشن ولی من بینندگان رو تشویق میکنم که با ما همراه باشن چون اینها هر کدوم قسمتی از هویت خود درون هستن و مستقیم و غیر مستقیم روی هم تاثیر میگذارن و من بیشترم تشویق میکنم بینندگان رو که در واقع روی افکارشون هم چون افکار در واقع از لحاظ روانشناسی ما طوری که فکر میکنیم عمل میکنیم اون اعمال به طوری که فکر میکنیم روی احساس ما تاثیر میذاره احساسات ما روی رفتار ما تاثیر میذاره و رفتار ما در واقع روی جسم ما تأثیر میذاره که حالا در مورد صحبت کردیم و روی رابطه ما با خدا و دیگران باز هم تاکید میکنیم شنونده نباشین عزیزان و ما با هم میخوایم برای خودمون به یک نتیجه برسیم و خدا و روح خدا هم اینجا هست به ما کمک میکنه تا بتونیم هویت خودمون رو هویت واقعی خودمون رو پیدا بکنیم و موانعی رو که پیش روی ما هست بتونیم برداریم و در واقع به سوی جلو به پیش بریم مرسی راشید جان و در مورد افکار من بینندگان رو تشویق میکنم ما دو تا برنامه خواهیم داشت در مورد افکار چون همطور که شما گفتید خیلی خیلی مهم هست افکار ما خب بینندگان عزیز خیلی ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودین همونطور که گفتم این فقط اشانتیون هست و نمیخوایم که شما رو خیلی در واقع سردرگم بکنیم دعوت میکنیم با برنامه هفته آینده و هفته های بعدی با ما باشین و کاغذ و قلم هم یادتون نره بیارین چون با هم میخوایم در مورد هویتمون به یک نتیجه برسیم و مطمئنم که در این راستا هم خدا برای هر یک از شما نقشه و برنامه داره همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و هفته آینده مشتاق دیدار شما هستیم